دلیلی نداره بیشتر از این بریم تو. ترسیدی؟ لزومی نداره. روی زمین جای دیگه ای نیست که فقط صدای ما دوتا باشه و نیمه تاریکمون حرف بزنه. روی زمین و زیر زمین فرقی نداره. جایی برام وجود نداره که نتونم باهات حساب کتاب کنم. برای منم. افرادتو حاضر کن. میریم منطقه راکتوره حرارتی. این معدن 10 سال فعالیت نمی کنه. برای راکتورهای حرارتی خیلی مناسبه. از من چی میخوای؟ باز میخوای بگی اوکیا مال تو نیست چون تو اونو میخوای. اوکیا یه وسیله نیست که بین من و تو معامله بشه عامر. آره اوکیا رو میخوام، ولی از اون میخوام. برای همین تو رو قاطی این کارا نمی کنم. پرتوقعی، خیلی پرتوقعی. نه خیلی، این تویی که همه دنیا رو میخوای. از رو در رو شدن فرار میکنی؟ به نظر تو برای فرار کردن اومدم اینجا؟ پس قبول میکنی رو در روشیم؟ اگه اوکیا رو بیشتر از من دوست داشتی میگرفتیش. من خیلی دوستش دارم. تو به خاطرش چی کار کردی؟ با چند تا حمله ضعیف یکم اذیتم کردی. همین، من جنگیدم. این منم که به خاطر اون می جنگم. تو فقط از قلعت دفاع کردی. فقط. اون دختر است که برای زندگی خودش می جنگه. با حمایتهای تو. خودت خوب می دونی که اینطوری نمی تونی صاحب اوکیا بشی. اینم میشه. یه روز اوکیا می فهمه که اونو بیشتر از هر چیز دیگه ای تو این دنیا دوست دارم. نمیشه. میشه. من به خاطر اون هر کاری کردم. بازم میکنم. من مثل تو نیستم. به خاطر اوکیا مرتکب گناهم میشم. جونم میگیرم. این دنیا رو به آتیش میکشم. تو چی؟ طفلکی، تو به خاطر عشق چی کار میتونی بکنی؟ میتونم سکوت کنم. اگه لازم باشه میتونم برم. برای اینکه یه مو از سرش کم نشه. اگه لازم باشه ته زمینم میرم. میتونم از همه چی بگذرم. از همه چی. یه نگاه به دور و برت بنداز. یه نگاه بنداز. من 5 سال تمام هر روز رفتم زیر زمین. هر روز. به نظر تو من از مرگ میترسم؟ ولی تو چی؟ داشتی جون اوکیا را میگرفتی. داشتی اونو میکشتی. اگه مال من نباشه ارزشی نداره. یعنی میگی بمیره؟ خودت الان گفتی اوکیا اشیا نیست. اوکیا مال دنیا نیست. من اوکیا را خریدم. همه زندگیشو خریدم. تا وقتی عوضشو نگیرم. عشق تو اینه؟ اینه؟ من تو رو عشق من اینه. اینقدر تمرین کافیه؟
واقعا. مراقب باش، مراقب باش. بپا تا این معدن چقدر مونده؟ نهایتا یه ساعت قربان. گاز بده سریتر، برو سریتر. این کلا واقعا به درد میخوره. باید حدس میزدم تو دست خالی نمیای اینجا. باید حدس میزدی. منم باید حدس میزدم که سعی میکنی منو تو همچین تلهی بندازی. اگه دست خالی بودم همه چی به نفع تو بود. شانس و باش. مثل یه کارگر معدن میمیرم. تقدیر تو مال من میشه، تقدیر من مال تو. آمرکوز شغلو اینه؟ اینه؟ نه نکن، گفتم نکن، گفتم نکن، گفتم نکن. نکن، نکن. بهت گفتم عامر، من مثل تو نیستم، من مثل تو نیستم. میدونی که به محض اینکه از اینجا در میام برای کشتن تر کاری میکنم. میدونی که اوکیا رو نمیتونی ازم بگیری. اوکیا رو از دستت نجات میدم، اونو از دستت نجات میدم. خاک نمیریزی رو قبرم، داری از رو قبرم خاک بر میداری. تو دشمن فوق‌العاده‌ای هستی کمال سویدره، ولی دشمنی. بلند شو، بلند شو.
کجا؟ آقا ما هم ندیدیم، حتما رفتن تو معدن. خب پس شما هم برین. ببینین هر چقدر بیشتر کمک بیارین بیشتر پول میگیرین. بجنبی. قادر، تونستی خبری بگیری؟ انگار رفتن تو معدن، میرم دنبال پسرم. پسرم! بیاین بگیرینش. جونم رو نجات داد، ولی بازم میکشمت. ولی من بازم نجاتت میدم. از این لحظه به بعد نباید بذاری تو بیمارستان پرنده پر بزنه. بگو همه ی افرادت برن اونجا. باشه. دیگه دشمن خطرناک تری. چرا؟ نشون داد که اصلا از من نمیترسه. اجازه داد زنده بمونم. بریم. باز کن. عزیزم، زود اومدی؟ زود؟ نهایت 2 ساعت وقت داریم. دکترت آخرین معاینت رو انجام بده، میبرمت به سمت آزادی. دیگه جلوی این پنجره وای نسا. نمیتونم با این استرس زندگی کنم، وگرنه مجبور میشم به این خاطر شهر رو مسطح کنم. بذار یکم آرامش داشته باشم، خواهش میکنم. تو به من آرامش بده، منم به تو. همه چی متقابله. مثلا یکم بخند. یکم. بازم نشد، ولی میشه. اینم میشه. کمال کجایی؟ کجایی؟ منو رو طبق علایق اوکیو درست کردین آنی؟ شما اصلا نگران نباشید، همه چی مطابق میلتونه. فقط یه چیزایی رو باید بذارم تو فر، منتظر اونم بعدش. هرچی که از بچگی دوست داره گفته درست کنین. آره والا گناهه، یه لشکر گرسنه با اینا سیر میشن. شما دنبال من بیاین. کجا؟ امروز اوکیا برمیگرده. یه چیزی تو فکرمه، اگه اونم انجام بدم امروز فراموش نشدنی میشه. یعنی چی؟ امروز باید از همه چی مطمئن بشیم. سالمیم، آرامش داریم، خوشبختیم، کیفمون کوکه. نمیخوام هیچی امروز خراب کنه. مگه نه اوزان جون؟ خدا کنه. راستی اگه کمتر پاشنه بلند بپوشی راحت تری. راحتی مادر راحتی بچم هست، درست نمیگم؟ میخوام هم خودم مطمئن شم هم شما، بعدش هم خوشبخت‌ترین آدم روی زمین میشم. قراره چی کار بکنی؟ نمیشه که به اون تستای غیر قابل اعتماد از حاملگی مطمئن بشیم.
نوی من لایق بهترین چیزاست. ازت آزمایش خون میگیریم، نتایجش هم میبینیم، بعدش هم میبرمت پیش دکتر خودم. بفرمایید. به خاطر خودت میخواد مطمئن بشه. این که چیز بدی نیست. خاله جون. آی، تو گفتی خاله جون، منم برگشتم. از خودم انتظار نداشتم. مثل همه مردایی که اعصاب زنشونو خورد کردن خیلی خوشحال به نظر میای. زود اومدی. ولی زودتر از تو نرسیدم. تو اون مورد بی رقیبم، ولی تو سلیقه بازم کم آوردم. آخه فروشی نیست، برای همینه. اوکیا، پاشو پاشو پاشو. چی شده؟ یه خبر برات دارم. مامان، یه لحظه بیا یه چیزی بهت بگم. میبینم چی کار داری میکنی، زینب میفهمه. صبر کن. یعنی چی؟ این چه قیافه ایه؟ بالاخره نشونت میدم اون چه دروغگوییه. ولی در مقابل این کارم تو هم باید ردش کنی، بره پیکارش. آخه زینب چرا باید همچین کاری بکنه؟ چرا باید دروغ بگه؟ ولی بهت دروغ گفت، با تست حاملگی یکی دیگه قشنگ گولت زد. مامان تو چرا اینقدر فکرای وحشتناک میکنی؟ چون تو یه عروس وحشتناک واسم آوردی. شاید یه روز همون جوری که آوردم خودمم ببرم. انشالله. نتیجش کی معلوم میشه؟ فردا آمده میشه خانم. روز خوش. روز خوش. ممنونم. وای خیلی ناراحت شدم، میخواستم امروز دوتایی تو با هم جشن بگیریم، ولی اشکال نداره، فردا هم زیاد دور نیست. بازم بریم؟ آه خیر باشه. شما قراره جایی برید؟ نه. آره. جایی خاصی نمیریم، فقط میخوایم یه قدمی بزنیم. باشه، میتونین برین، یکم هوا بخورین، حالتون بهتر میشه و به خودتون میاین. خیر باشه. میرم با روان پزشکم خداحافظی کنم. بریم. میبینی که دارم با خالم میرم، میخوام تنها ببینمش. ای دختره رو راحت بذار، چه خبرته؟ یه لشکر آدم رو ریختی تو بیمارستان، برای چی توهم زدی؟ انگار داره میره جنگ. اگه مشکلی پیش بیاد. خیر قربان، هیچ مشکلی نیست. حاضری عزیزم؟ آره. پله‌های اضطراری رو بستین؟ همشون رو بستین. اما ست تنگ شده بود، خیلی نگرانت بودم. دیگه نگران نمیشی؟ میشم،
همیشه نگرانت میشم. گفتم نگران نمیشی. اوکیا، تو هیچ وقت اونقدی که من نگران تو هم نگران نمیشی. تو داشتی خودتو میکشتی. تو از زندگی خودت گذشتی. اصلا بهش فکر نکردم. ولی من فکرشو کردم. دیگه همه چی تموم شد. همونطوری که بهت گفتم، دیگه نمیتونی جلومو بگیری. دارم میدزدمت. چی؟ آره، دارم میدزدمت. بیا. دوباره خالکوبی کردی؟ میگم دارم میدزدمت. چجوری؟ ببین، این هلیکوپتر بیمارستان نیست، اومده ما رو ببره. تو دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. اوزان چی؟ نگران اوزان نباش، من همه چی رو حل کردم، واسه تعریف میکنم. جوان راحت باشین، رامون زیاده. ما راحتیم. میگم دارم میدزدمت. تو از خودت گذشتی اوکیا، ولی من ازت نمیگذرم. تا آخرین نفسم ازت نمیگذرم. تا ابد. لیلا داره منو میدزده. آره زود باش، برو. لیلا داره منو میدزده. یعنی الان دیگه داری میری؟ از همه چی فرار میکنی؟ آره. اوکیا نترس، من همه چی آماده کردم. تو مطمئنی کمان؟ اوزان خودش گفت این کارو میکنه؟ اولش نه، ولی بعد راضی شد، هم به خاطر زندگی مشترکش با زینب، هم به خاطر تو. نه 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 نه، امکان نداره اوکیا خودکشی کرده باشه، امکان نداره از خودش گذشته باشه. گفت اتفاقی بوده. اوزان کاریه که شده، میفهمی؟ اوکیا به هوش میاد، ولی وقتی به هوش اومد همه باید به خاطرش یه کاری بکنن. اگه خودتو تسلیم نکنی، اون موقع تو قاتل اوکیا میشی. نگو. قبول کن، من مطمئنم تو بیگناهی، ولی یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. آره شاید مجازات بشی، ولی من با چند تا وکیل حرف زدم، امکان داره اصلا نیفتی زندون.
البته اگه جسارتشو داشته باشی. من ترسوام. نیستی. یادت به خاطر زینب چجوری با من حرف زدی؟ یادت چجوری جلوی اون همه آدم وایستادی؟ من به خاطر زینب هر کاری میکنم. باشه، الانم باید به خاطر اوکیا این کارو بکنی. به خاطر هر دو زنی که تو زندگیت واسط مهمن باید این کارو بکنی. باید مسئولیت کارتو به عهده بگیری. من پشتتم. اوزان، زینب هنوز این قضیه رو نمیدونه. باید بهش بگی. باید براش توضیح بدی. زن و شوهر هیچیو از هم مخفی نمیکنن. فقط چون راز خانوادگیت من نگفتم. اوزان، اگه تو نگی من بهش میگم چه اتفاقی برای لیندا افتاده. میدونم داداش. اوزان باید تسلیم شه. هر دوتون باید اینو به جون بخرین. اینو به خاطر آزادی خودت و اوکیا میخوای؟ هم آره هم نه. اینو فقط به خاطر خودمون نمیخوام، به خاطر شما میگم. برای اینکه جلوی زورگویا و قلدریای آمر وایسین تا یه شروع تازه داشته باشین. میخوام خودتون زندگی خودتون رو تشکیل بدین. میخوام که قاتل خواهرت نشی. تصمیمتون رو بگیرین. منتظر خبرتونم. اگه قبول کنی یه نقشه دارم که زندگی هممونو با کمترین ضرر نجات میده. ولی اگه تو مسئولیت کارتو به عهده بگیری عملی میشه. وقتی ما از اینجا دور شدیم، زهیر با اوزان میره پیش وکیل. از اونجا میرن کلانتری و تسلیم میشه. همه ی ویدیوها دست زهیره. میرن یه جایی که تا وقتی تسلیم بشه امنیت داشته باشن. عامر پیداشون میکنه. امکان نداره. من باید با اوزان حرف بزنم. باشه، حرف میزنی. ولی بذار برسیم به مقصد. بعد کجا موندین؟ کجا؟ اوکی خانم کجاست؟ رفت حیات؟ یعنی چی؟ مگه پیش شما نبودن؟ کیا؟ اوکیا و خالش. نه. هی عوضی ها، در رفتن، در رفتن. اوکیا رو پیدا کنی. بله. اون زن خالش هم همینطور. دعا کنید از بیمارستان نرفته باشن بیرون، وگرنه حساب همه تون رو میرسن. آروم باش، ما بهترین تصمیم رو گرفتیم، پس راحت باش. همه چی به خاطر اونه. نتیجهش کی معلوم میشه؟ فردا آمده میشه خانم. روز خوش. روز خوش. خیلی ممنون. وای خیلی ناراحت شدم. میخواستم امروز دوتا عیدو با هم جشن بگیریم. ولی اشکال نداره، فردا هم زیاد دور نیست. اوزان بریم؟ ای وای خیر باشه. شما قراره جایی بریم؟ نه. آره. جای خاصی نمیریم. فقط میخوایم یه قدمی بزنیم. ها میتونین برین یکم هوا بخورین، حالتون بهتر میشه.
وقتشه به داداشم زنگ بزنیم، میدونی که؟ میدونم، میترسم، ولی الان وقت فکر کردن نیست. اگه تسلیم نشی من این بچه رو به دنیا نمیارم. حق با داداشم اوزان، تازه نمیدونه داریم بچه دار میشی. اونجوری نگام نکن، من میخوام بچه‌مون به پدرش افتخار کنه، ولی اگه این کار رو نکنی یه پدر فراری و ترسو و ضعیف میشی. من نه همچین شوهری میخوام، نه همچین پدری برای بچه‌م. کمال گفت شاید واسم زندان نبرن، شایدم دادگاه یه سال و نیم طول بکشه. اون موقع هم میگیم عمدی نبوده و ممکنه مجازاتم خیلی کم بشه. میدونی چی میگم زینب؟ خب دیگه تصمیم بگیر. قبول داداش، میای بیا ببینم. شما هنوز نرفتی؟ نکنه چون خون دادی سرگیجه گرفتی ها؟ نه حالم خوبه مامان جون. منم خوبم، بهترم میشم. باشه، زیاد دیر نکنی. قسمت چی باشه؟ من بهت افتخار میکنم. بس دیگه، راحت باش. فقط اگه بفهمم عامر تون کار دست داره. آخ اگه بفهمم. مامانم اینا عامر وقتی بشنون دیوونه میشن. خیلی خوب، تو نگران نباش، مامان سینا فرق میکنن، ولی من تناییم میتونم تو اون خونه با عامر بجنگم. اوکیا نیست، اوزان سرکشی کرده. خب دیگه عامر خان، ببینیم وقتی بیدفاعی چی کار میکنی. اوکیا رو پیدا کردی؟ بگو پیداش کردی. قربان، همسرتون از بیمارستان خارج نشده، ولی خالش با ماشین از بیمارستان رفته. چطور؟ قربان، شما دستور داده بودین فقط اوکیا خانم حق نداره بره بیرون. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چطوری؟ چطوری؟ باند هلیکوپتر این بیمارستان کجاست؟ اتاق نگهبانی؟ قربان از این طرف. یه عدتونم بره دنبال خاله. چشم قربان، حتما. موضوع حله؟ حله حله، الان پیاده شدیم، داریم با ماشین کرایه‌ای میریم. خدا رو شکر. لیلا هست. لیلا، تا این خط رو روشن کردم بلا فاصله زنگ زدی. محض اطلاعت داره به من زنگ میزنه. پس تازه متوجه شده. حتما فکرشو کردی. آره، اطلاعات پرواز خیلی وقت پیش پاک شده. ماشینم به اسم یکی از رفقای زهیر برای یه هفته اجاره شده. میدونیم تو رو تحت فشار میذاره. نگران نباش، میدونم. واقعا خیلی خوب شد، میدونی که. آره آره میدونم. حالش چطوره؟ داره با تعجب نگام میکنه. میدونی که راحت نیست به این فکر عادت کنه. طول میکشه تا یادش بیاد که بال داره و میتونه پرواز کنه. میدونم میدونم. بهش بگو یه پرنده مهاجر نیست.
آخه پرنده های مهاجر دوست دارن برگردن به اسارتشون. ولی این اتفاق نمیافته. بده من. میخواد باهات حرف بزنه. لیلا، خاله جون. عزیزم، نترس باشه. سعی میکنم. میخوام یاد بگیرم. یکی همینه. تا اینجا. یعنی چی تا اینجا؟ از اینجا به بعد فیلمی نداریم آقا. فیلمای باند؟ دیشب یه مشکل کوچیک واسش پیش اومد، امروز میتونیم حلش کنیم. کمال. برگه های فرود هلیکوپتری که امروز از بیمارستان فرح اول حرکت کرده رو میخوام، همین الان لازم دارم. آمیر، کجا این را افتادی؟ دخترتون نیست. یعنی چی؟ یعنی نیست دیگه، ظاهرم با معشوقش فرار کرده. چه خبره؟ میگه اوکیا نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی با کمال. چرت نگو، حتما زودتر با اوزان اومده. شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشه. میگه تو شبکه نیست. به زینب زنگ بزن. شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشه. اینم همینطور، حتما یه اشتباهی شده. مگه میشه؟ پس کجان؟ بچه هم کجان؟ باید اون کمال واسم پیدا کنیم. کماله؟ اگه کمال پیدا کنین زنم هم پیدا میشه، یه مو از سرش کم نشه. هر بلایی سر کمال بیاد مهم نیست، حتی میتونین با کاشینش. بله حتما قربان. کجا فرود اومده؟ یعنی چی هیچی ثبت نشده؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ چطور؟